بیننده های ترجمان و گرامی تلویزیون آریا، خصوصاً علاقمندان و دوستداران مصاحبه اختصاصی سلام عرض می کنیم. باز تیم خبری تلویزیون آریانا از واشنگتن دی سی خدمت شما قرار داریم و مصاحبه اختصاصی خود خدمت شما عزیزان تقدیم می داریم. مهمان گرامی ای هفته یا ای بار ما محترم پروفسور علی احمد جلالی، وزیر داخلی سابق افغانستان و فعلا استاد در پوانتون دفاع ملی در واشنگتن می باشند که خدمت شما قرار دارند و پیرامون مسائل یا تحولات جاری در افغانستان خدمت شما معلومات ارائه می کنند. خب محترم پروفسور علی احمد جلالی، از شما بسیار تشکر که وقتتان در خدمت بیننده های عزیز تلویزیون آریانا قرار دادین. در قدم نخست اگر لطف کنین پیرامون استراتژی جدیدی که ایالات متحده آمریکا اخیرا اعلان کرد، آقای مولن لویدریستیز و رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده، در مورد این استراتژی کم توضیح بدین و بعد در جزئیاتش میپیچیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به این سوال دیانده بوند این سوال صحبت بکنیم، بله، میخوام با استفاده از این فرصت حلول عید سعید فطر به تمام هموطنان عزیز خود و شنونده های و بیننده های تلویزیون آریانا در هر جایی که هستند تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که مردم افغانستان خداوند بزرگ همت بده کمک بکنه تا یک فضای صلح، آرامش، ترقی و رفاه در وطن خود وجود بیاره. در مورد استراتژی هنوز جزئیات استراتژی معلوم نیست، مگر مسئله عمده ای است که ایالات متحده آمریکا با درک وخامت اوضاع در افغانستان و پاکستان بالاخره ضرورت یک استراتژی جامع‌تر برای منطقه میبینه و چنانچه میگن که این استراتژی جامعی که هر دو طرف خط دیورند التواء بکنه مورد ضرورت است. اما ای که در این مورد کدام جزئیات در نظر دارن هنوز معلوم نیست، منتها در مورد افزایش نیروهای نظامی در افغانستان و همچنان مقابله با دهشت افغانی و از بین بردن و پایگاه های تروریست ها و طالبان در خاک پاکستان صحبت های میشه که البته در بعضی موارد دیده میشه که مظاهرش هم برای مردم روشن است. اما به صورت عمومی این استراتژی است که تمام جنبه های مبارزه با وضع بحرانی افغانستان و منطقه را در بر میگیره. بله، عناصر عمده استراتژی را میشه تشریح بکنین جناب؟ و به صورت معمول سه عنصر عمده در این استراتژی وجود داره. اولی که عنصر نظامی ازی است که عنصر نظامی ازی عبارت از ایست که تمام نیروهای که در این منطقه با حکومت افغانستان کمک میکنن به شمول ایالات متحده آمریکا، ناتو و سایر کشورها و پاکستان کوشش میکنن که ساحای مسئونه در مناطق مختلف جنگ زده به وجود بیارن و این ساحا را به صورت مسئول محافظه بکنن و باز از این ساحا عنصر دیگهش که عبارت از ایجاد یک اداره سالم و بازسازی صورت بگیره و عنصر سوم از این عبارت عنصر منطقوی است. تا زمانی که پایگاه های تروریست ها، پایگاه دهشت افغان ها، پایگاه شورشی ها و القاعده در پاکستان موجود باشه، نه غلبه نظامی، نه افزایش قوای نظامی فایده میکنه و نه اینکه حتی ریفرم دولت افغانستان هم کمک نمیکنه. بنابرای هر سه عنصر باید به هم جمع شود، تمام نیروهایی که در این مورد اشتراک دارن یا اشتراک میکنن باید به صورت هماهنگ با حکومت افغانستان و پاکستان کمک بکنه که ثبات در این منطقه وجود داره. بله، در قسمت استراتژی غیر نظامی هم میشه که کمک توضیح بده؟ استراتژی غیر نظامی در حقیقت عنصر سیاسی، حکومتداری و بازسازی است. اما این عنصر دوم استراتژی وقت موثر است که ساحه مسئول پیدا شود بریزی. مثلا در جنوب افغانستان فعلا مناطق زیاد جنگ زده است. تا زمانی که مناطق جنگ زده مسئول ساخته نشوند، بسیاری منطقه حتی حال بعضی موسسات خارجی رفته نمیتونن که رو بازسازی بکنن، دولت افغانستان نمیتونه در وجود که بازسازی بکنه. پس این ساحه باید مسئول شود. بعد از اینکه ساحه مسئول شد، باز یک اداره سالم با حاکمیت قانون وجود بیه و همچنین بازسازی صورت بگیره تا اینکه در زندگی مردم افغانستان در اون مناطق یک تحول مثبت بیه و در نتیجه با حکومت همکاری بکنن. این
استراتیجی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مجموع بر منطقه در نهایتش فکر میکنین که حالت بهبود میبخشه یا برعکسش است؟ چرا ناظران سیاسی تو تصور میکنن که گویا افغانستان به بحران میکشانه و چنانچی کشانده؟ مشکل اساسی در طول 7 سالی بوده که در حالی که پرابلم افغانستان، مشکل افغانستان یا مشکل منطقوی بوده، نه مشکل یک منطقه، نه مشکل تن افغانستان، اما در مقابلش اقداماتی که صورت گرفته اقدامات محلی بوده. تمام عواملی که باعث بی‌امنی در افغانستان میشه، عوامل منطقویش در نظر گرفته نشده. مثلا یک سیاست در یا پالیسی برای افغانستان موجود بود جدا از پالیسی که برای پاکستان موجود بود. هر دو پالیسی اما هنگ نبود در داخل یک استراتژی. متاسفانه طول 7 سال هم دولت افغانستان هم جامعه بین المللی در حقیقت در مقابل حوادثی که وجود آمده یا چلنج هایی که بوده عکس العمل بسیار ضعیف نشان دادن. بله. و هیچ وقت اینطور نشده که نیروی کافی را، امکانات کافی را برای بدست آوردن یا بدست گرفتن ابتکار عمل برای مبارزه با یه عامل یعنی بسیج بکنن و از او استفاده بکنن. بله. همیشه عکس العمل بوده و در نتیجه از او اوضاع روز به روز خرابتر شده. بله. و پیشتر شما از ازدیاد فرستادن سرباز از طرف ایالات متحده آمریکا و در مجموع قوای بین المللی اشاره کردین که گویا مؤثر نبوده تا کنون. به نظر شما چنانچه آقای بوش دو هفته قبل اعلان کرد که 8000 سرباز از عراق میکشه و 4500 سرباز تازه نفس به افغانستان میفرسته، به نظر شما این تا چه حدود مؤثر است به شرایط افغانستان یا فکر میکنین که برعکس است؟ در مشکل این مشکلی که افغانستان به اون مواجه است، نه ازدیاد تنها زیاد ساختن نیروی نظامی فایده میکنه، نه پول زیاد انداختن در این منطقه فایده میکنه. تا زمانی که این منابع خواد نظامی باشه خواد منابع پولی باشه، تا زمانی که اینا در چارچوب یک استراتژی واحد وسط مؤثر استعمال نشه وسط جدا فایده نمیکنه. اگرچه قماندان هایی که در منطقه موجود هستن فکر میکنن که برای افغانستان در حدود 15000 سرباز دیگر ضرورت است، سرباز بین المللی که رقت قوایی که فرستاده میشه این سلسی قواست. اما با وصف از اون حتی اگر امو 15000 نیرو هم فرستاده شود، تا زمانی که امین نیرو در چارچوب یک استراتژی جامع و عمومی استعمال نشود که یعنی در این نظام کمک کنه به دولت افغانستان که یعنی اداری سالم وجود بیاره، یک حکومت قانون وجود آورده بتانه و در عین زمان پایگاه های شورشی ها، پایگاه های تروریست ها در داخل پاکستان از بین بردن شود، تعداد قوا کافی نیست. بله. پیش از اینکه سر جلوگیری یا از بین رفتن این پایگاه ها صحبت کنیم، خب تغییر بسیار فاحشه در کشور پاکستان که همسایه افغانستان است، خواهی نخواهی نقش پاکستان در قبال مسائل افغانستان بسیار مهم و ارزنده است. شما این تحول چی فکر میکنین با آمدن آصف علی زرداری رئیس جمهور جدید پاکستان؟ فکر میکنین که مناسبات بین دو کشور یا در مجموع وضع افغانستان بهبودی حاصل خواهد کرد؟ بس از عمومی باید ببینیم که به وجود آمدن یا ظهور یک حکومت ملکی و دموکراتیک در پاکستان همیشه فایده میکنه، اما این در وقت این مؤثر است که اگر این حکومت بتانه که واقعا تمام عناصر امو نیروی دولت کنترل کرده بتانه و در چارچوب استراتژی خود از او استفاده بکنه. اما اگر این حکومت ملکی نتانه که در استفاده از قوای نظامی و استخبارات و سایر نیروهایی که نهادهای دولت تشکیل میکنه به اونا کنترل نداشته باشه، در اون صورت فکر میکنم که کارش بسیار مشکل خواهد بود.